به نام خدای یکتای بی همتا. آداب عمومی و تأثیر آن بر تقدم ملت ها. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ترجمه: بگو به تحقیق پروردگارم مرا براه راست هدایت کرده است، دینی درست و پاورجا، دین و ملت حنیف ابراهیم حق پرست که از مشرکان نبود. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، ملت‌های با تمدن و کشورهای مترقی و پیشرفته همیشه رعایت آداب عمومی را منهج زندگی خیش قرار می‌دهند و این آداب از باب تفریح و تلذذ نیست و بر حاشیه و گوشه زندگی قرار ندارد، بلکه آداب عمومی از سیستم ارزش‌ها و اخلاق انسانی جدا و دور نیست و این آداب مطابق و موافق آموزه های دین حنیف ما نیز است، چون دین ما شماری از آداب عمومی را وضع نموده که رابطه انسان را با پروردگارش و رابطه او را با همه جهانی هستی تنظیم می کند و برخی از این آداب عمومی پاکی و نظافت است، زیرا اسلام به طهارت و پاکی بدن، لباس و مکان اهمیت زیاد داده است، چنانچه خداوند متعال می فرماید. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به نماز برخواستید، پس صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک یعنی شطالنگ بشویید و اگر جنوب بودید، پس خود را پاک سازید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید یا یکی از شما از محل قضای حاجت آمده یا با زنان تماس گرفته و آمیزش کرده باشید، آنگاه آب نیابید، پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن بر صورتتان و دستهایتان بکشید. الله نمی خواهد بر شما دشواری قرار دهد، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند. باشد که شکرگزار گردید. و در آیت دیگری می فرماید: و ثیابك فطهر و لباسهایت را پاکیزه دار. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: هرگاه یکی از شما از خوابش بیدار شد، پس نباید دست خود را در ظرف آب داخل کند مگر بعد از آن که 3 بار آن را بشوید. و در حدیث دیگری فرموده است: از 2 کاری که باعث لعنت انسان می شود پرهیز کنید. صحابه کرام پرسیدند: آن 2 کار کدامند؟ فرمود: قضای حاجت بر سر راه یا در سایه های مردم. و اسلام میان نظافت حسی و نظافت معنوی رابطه ایجاد نموده است، طوری که پاکی حسی را سبب پاکی معنوی قرار داده است، زیرا وقت انسان نظافت ظاهری و جسمی خود را حفظ کند، این کارش باعث می شود تا خداوند متعال گناهان او را ببخشد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هرگاه بنده مسلمان یا مؤمنی وضو می گیرد و صورتش را می شوید، هر گناهی که با نگاه چشمانش مرتکب شده با آب یا با آخرین قطره آن از چهره اش می ریزد و آنگاه که دستانش را می شوید، هر گناهی که با دستانش انجام داده با آب یا آخرین قطره آن از دستانش خارج می‌گردد و هنگامی که پاهایش را می‌شوید و هر گناهی که با پاهایش به سوی آن قدم برداشته است با آب یا آخرین قطره آن از پاهایش خارج می‌شود تا اینکه از گناهان پاک می‌گردد. همانطوری که اسلام به نظافت شخصی توجه نموده، به نظافت عمومی نیز توجه زیاد کرده است، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: اماکن خیش را پاک نگه دارید. این اماکن شامل فنای خانه، مدرسه، شرکت، انجمنها و پارک‌های عمومی می‌شود، همچنین راه‌ها و میدان‌های عمومی را نیز در بر می‌گیرد. پس باید همه این اماکن پاک نگه داشته شود و نباید طوری نامناسب ظاهر گردد و طوری ترک کرده شود که بهتر و پاکتر از گذشته بوده باشد و همگان بر نظافت و پاکی آنها سهم فعال بگیرند. و برخی دیگر این آداب احترام گذاشتن به نظام و قانون است، زیرا باید هر مجتمع دارای سلسله قوانین و نظام‌های عادلانه‌ای بوده باشد که رفتار و تعامل افراد این مجتمع را تنظیم کند
و حقوق مردم را حفظ نماید و آنها را بر انجام واجبشان مجبور سازد. پس در این صورت منفعت عمومی کل مجتمع متحقق می‌گردد. و کسی که پیرامون حالت کشورهای متقدم و مجتمعات متمدن تأمل کند، به یقین می‌داند که آنها به این حالت از پیشرفت و ترقی با قوانین و تلاش بر تطبیق آن رسیدند. چون این قوانین خود تجسم احترام بر حقوق دیگران و اساس حق در برابری بجایب است. و این قوانین می خواهد تا انسان با دیگران طوری برخورد کند که دوست دارد با او برخورد شود. و این امر از کمال ایمانداری او است. طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ایمان هیچ یک از شما کامل نمی گردد تا اینکه برای برادرش همان چیزی را بپسندد که برای خود می پسندد. و این کار مسئولیتی است که همه ایمان از آن بازپرس می شویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همه شما مسئولید و هر یک از شما درباره زیر دستانش بازخواست می شود. رهبر یا حاکم مسئول رعیت است و مرد مسئول خانواده‌اش و زن درباره خانه شوهر و فرزندان او مسئولیت دارد و خدمتکار درباره اموال آقای خود و مسئولیتی که به او سپرده شده مسئول است. پس همه شما مسئولید و درباره مسئولیت و زیر دستان خود بازخواست خواهید شد. پس با احترام گذاشتن به قانون و نظام است که عدالت تطبیق می شود و روحی برادری، محبت، دوستی و شفقت میان مردم منتشر می گردد و همه مجتمع از نعمت صالح، امنیت و استقرار برخوردار می شود. و برخی دیگری این آداب در نظر داشتن ذوق عمومی مردم است. زیرا اسلام با آموزه های آمده که طبق قواعد عمومی رفتار انسان ها را تهذیب و مشاعرشان را مترقی می سازد و میان دلها توافق و محبت ایجاد می کند و هیچ کس بر آن اختلاف نمی کند و عادات و عرف مردم را ارج می گذارد. پس شریعت هر آنچه که خوب است و مردم از آن نفرت ندارد را باقی گذاشته و هر آنچه که زشت است و مردم از آن نفرت دارند و باعث ضرر آنها می شود را رد و دفع نموده است. در این خصوص خداوند متعال چنین می فرماید. ترجمه: آنان که از این رسول الله و پیامبر امی درس نخوانده پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیل که نزدشان است نوشته می یابند و آنها را به کارهای خوب و پسندیده فرمان می دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان می دارد و پاکیزه ها را برایشان حلال می گرداند و پلیدی ها را برای آنان حرام می کند. رعایت کردن ذوق عمومی مردم می خواهد تا انسان در لباس، غذا و آب آشامیدنی خود از اقتصاد و میانه‌روی کار گیرد، از اسراف که شرعاً حرام است و همچنین از ظاهر نامناسب دوری کند. خداوند متعال می فرماید. ترجمه: ای فرزند آدم، به هنگام رفتن به مسجد و در هر نماز زینت خود را برگیر و لباس های شایسته بپوشید و نیز بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید. بیگمان الله اسرافکاران را دوست نمی دارد. و همچنین باید به مواعید خود احترام داشته باشد و به وعدهش با وفا نماید. خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادهای خود وفا کنید. همچنین باید ذوق عمومی را در حرکات، رفتار، لباس و شکل و سیمای عمومی ما مراعات کنیم. جابر رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از گذاشتن یک پا بر پای دیگر در حالی که بر پشت خوابیده اید منع نبوده است. و از رعایت مشاعر مردم این است که نباید از انسان صدا یا کاری سر بزند که باعث استخفاف و استهزاء دیگران گردد. چون حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگوید مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم با صدای بلند آروغ زد، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت آروغ زدنت را از ما دور بدار، زیرا کسی که در این دنیا بیشتر سیر بوده باشد در آخرت بیشترین گرسنگی را تحمل خواهد کرد. آروغ صوتی است که به اثر سیری شکم و پوری معده از دهان انسان خارج می شود. این کار اگرچه حرام نیست ولی مخالف ذوق عمومی می باشد. و بدتر از این کسانی هستند که مردم را با ارتکاب محرماتی که دهان و لباسشان را دچار بوی بد می کنند اذیت می کنند. پس باید انسان در هر کار، گفتار و رفتار خود ذوق و طبیعت عمومی مردم را رعایت کند. خداوند متعال می فرماید. ترجمه: بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن بازخواست خواهند شد. و همچنین برخی از آداب عمومی سخن گفتن به مردم با الفاظ و اقوال نیک و برگزیدن واژه های خوب است. خداوند متعال می فرماید. ترجمه: و به بندگانم بگو با یکدیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد. پس
بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد میکند، براستی که شیطان دشمن آشکار برای انسان است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید سخن زیبا و خوب صدقه است، مانند استخدام واجه های بهتری که باعث نفرت دیگران نمیشود. روزی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه بر قومی گذشت که آتش افروخته بودند. پس حضرت عمر رضی الله عنه زشت پنداشت برایشان بگوید السلام علیکم ای اهل آتش، بلکه گفت السلام علیکم ای اهل روشنایی. و برخی دیگری از آداب عمومی احترام گذاشتن به خصوصیت های دیگران و عدم مداخله به امور شخصی آنها است. چون خداوند متعال می فرماید ترجمه و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل و هر یک از اینها از آن باز خاص خواهند شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید نیکوترین مسلمان کسی است که به آنچه که مربوطش نیست نمی پردازد. برادران مسلمان، در واقع مهمترین ستون آداب عمومی که باعث ترقی مجتمع می شود حیا است. پس حیا اخلاق عالی اسلامی می باشد که صاحب خود را از انجام هر کار زشتی که باعث ملامتی اش می گردد باز می دارد و بر پرهیز از هر کار زشت تشویق می کند و از هر گونه تقصیر و کوتاهی جلوگیری می نماید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده که حیا اخلاق مشترکی است که همه ادیان و رسالت های آسمانی به آن دستور دادند. چنانچه می فرماید یکی از سخنانی که مردم از پیامبران گذشته دریافت نموده اند این است که اگر حیا نداری هر عملی که میخواهی انجام بده. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مردی از انصار گذشت که برادر خود را درباره حیا توصیه میکرد، پس فرمود بگذارش که حیا از ایمان است. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود از خداوند سزاوار ذاتش حیا نمایید. گفتیم ای رسول خدا، ما الحمدلله حیا داریم. فرمود این نه، بلکه حیا کردن از خداوند به طور درست این است که سر را با درک آن و شکم را با محتویتش حفظ کنید و همیشه به یاد مرگ و ابتلا بوده باشید و کسی که آخرت را بخواهد زینت دنیا را ترک نماید. پس کسی که چنین کرد بدان که از الله طور حیا نموده که سزاوار ذات اوست. و حیا انسان را از ذلت باز می دارد. پس کسی که حیا ندارد معصوم نیست. خداوند به شاعر خیر کثیر عطا نماید، چنین می فرماید انسان وقت حیا داشته باشد به خیر و خوبی زندگی می کند. انبر تا وقت باقی می ماند که در پوشش قرار دارد. سوگند به الله اگر حیا برود و وجود نداشته باشد، نه در زندگی خیر می ماند و نه در دنیا. اگر از عواقب شبها نترسیدی و حیا نداشتی، پس هر چه دلت خواست انجام بده. از مهمترین ستونهای آداب که در ترقی و پیشرفت ملت‌ها و مجتمع‌ها نقش دارد، شخصیت و جوانمردی است. شخصیت واژه‌ای است که در خود همه مفاهیم مردی را جا داده است. به معنای صفات نیک، اخلاق خوب، خیرخواهی برای مردم، حفاظت جان از واقع شدن در زشتی‌ها و پلیدی‌ها، حفاظت زبان از گفتار لغو و بیهوده و پرهیز از هر آنچه که باعث پشیمانی و معذرت می‌شود می‌باشد. گفته شده است کسی که در رفتارش با مردم ستم نکند، در گفتارش با آنها دروغ نگوید، در وعده‌اش با آنها خلاف نورزد، در واقع کسی است که جوانمردی و شخصیتش کامل شده، عدالتش آشکار گردیده است و برادری با او واجب و غیبت او حرام می باشد. شخصیت باعث می شود تا انسان خوشمنظر و نیک گوهر بوده باشد. پروردگارش را در همه احوال ناظر و مراقب خود بداند. پس در برابر مردم با سیمای نیک ظاهر شود و در خلوت محارم خداوند را زیر پا نکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر آینه مردمانی از امتم را می شناسم که در روز قیامت با نیکی های همچون کوه سپید تهامه می آیند، پس خداوند متعال همه آن را همچون غباری پراکنده می سازد، در حالی که آنها برادران و همراهان شما هستند. همچون شما پاسی از شب را عبادت می کنند و لیکن آنها کسانی هستند که هرگاه در خلوت بروند محارم خداوند را زیر پا می کنند. اما جوانمردی با کمک کردن همراه مردم و تلاش بر منافع آنها صورت می گیرد و این که انسان برای دیگران آنچه را دوست بدارد که برای خود دوست می دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مسلمان برادر مسلمان است، نه بر او ستم روا می دارد و نه او را به دشمن تسلیم می کند. کسی که نیاز برادر خود را برآورده می سازد، خداوند حاجت او را برآورده می سازد. و کسی که مشکلات را از مسلمان رفع نماید، خداوند متعال مشکلات او را در روز قیامت رفع می کند. کسی که گناهان مسلمان را بپوشاند، خداوند گناهان او را در روز قیامت می پوشاند.
و در حدیثی دیگری می فرماید محبوب ترین انسان نزد خداوند کسی است که برای مردم مفید بوده باشد و محبوب ترین عمل نزد خدا خوشحالی است که بر دل مسلمان وارد می شود یا سختی است که از او دفع می گردد یا قرض او ادا کرده می شود یا گرسنگی از او رفع می شود می گردد و اینکه برای رفع نیاز برادرم بروم برای بهتر از یک ماه احتکاف نشستن در این مسجد یعنی مسجد مدینه می باشد. در واقع اسلام شماری از آداب زیبا و شریف را وضع نموده که اگر هر ملتی به آن تمسک نماید به عالی‌ترین درجه و منزلت ترقی پیشرفت و تمدن میرسد. این روش و منهج الهی است که نه تغییر میکند و نه تبدیل میشود. پس ما چقدر نیازمند هستیم تا به این آداب چنگ بزنیم و آن را به حیث سلوک و روش در میان خود تطبیق نماییم تا در دنیا و آخرت رستگار شویم. بار خدایا چشمان ما را به آنچه بینا بگردان که برای دنیا و آخرت ما مفید بوده باشد و برای ما توفیق آنچه را ده که به نفع میهن ما باشد. مصر و ملت آن را با همه کشورهای دنیا حفظ نما. آمین یا رب العالمین.